نمیخوای نگاه کنی چی رو امضا میکنی؟ فکر نکنم سر زنت کلا بذاری. خب تو امروز چی کار کردی؟ رفتم دیدن زینب. چرا؟ در مورد مرگ اوزان. کمال موفق شده فکرتو به هم بریزه. نه نه، هیچ ربطی به اون نداره. من فقط میخوام همه چیو در مورد اون روز بدونم. اگه مدیریت زندان یا بیمارستان تو خودکشی اوزان تقصیری داشته باشن، حسابشونو میرسم. باشه، قول میدم خودم دربارش تحقیق کنم. حس میکنم اگه یه کاری بکنم میتونم واقعیتو عوض کنم. انگار میتونم اوزانو دوباره به زندگی برگردونم. کاش ممکن بود عزیزم. میدونم، ولی نمیتونم قبول کنم. کمال، خوبی لیلا؟ خوبم. چرا اومدی؟ کی میخوای دست از باجوی همه کارام برداری؟ هر وقت که تو شمشیرتو غلاف کردی. این مرد شریک منه، اونم تو چند تا پروژه. یعنی جلسه داری؟ آره. باشه، مراقب باش. واسه چی؟ نمیدونم، امروز میخواستم از اتاق کنفرانس استفاده کنم. اومدم دم در نذاشتن برم تو، گفتن اتاق داره آماده میشه. نمیدونم برای چی آمادش میکردن. شاید من خیال پردازی میکنم، ولی بعد این همه مدت تنها چیزی که یاد گرفتم اینه که این پدر و پسر هیچ کاری رو بیدلیل انجام نمیدن، همش حیله ای دارن. ممنون. عزیزم پاشو، شریکمون کمال سویدره اومده برای جلسه، منتظرش نذاریم. جلسه با کماله؟ نگفتم. چه میدونم، من فکر میکردم دوست نداری با کمال یه جا باشی. یه جلسه کاریه، فقط به خاطر پروژه است. نکنه روبرو شدن باهاش اذیتت میکنه. چه ربطی داره، بریم. روز خیلی شلوغی دارم، فوری شروع کنیم. اینا گزارشات تخصصی ساخت و ساز راهه. هزینه هاش از گزارش قبلی بیشتره، چون تاریخ تحویل جلو کشیدین. عامر خان یه دقیقه میتونیم بیاین؟ ضروریه. بله. الان میام. امروز من میخواستم از اتاق کنفرانس استفاده کنم، اومدم دم در نذاشتن برم تو، گفتن اتاق داره آماده میشه. نمیدونم برای چی، برای چی آمادش میکردن. نمیدونم. من بعدم میام. کجا؟ با کوچوغلو جلسه دارم. با عامر؟ آره. به منم گفت بیام تو جلسه. زینب، تو باید اعتراف کنی رفتی پیش زینب. باشه، اعتراف میکنم، ولی عامر چرا باید از من بخواد بیام تو جلسه ای که تو هستی؟ ممکنه بخواد امتحانمون کنه، معلومه یه نقشه هایی داره. مراقب باش، ممکنه حواسش همه جا باشه. حرف زدن؟ نه خیر قربان، هیچی به هم نگفتن. سوالی نداری؟ در مورد چی؟ در مورد اوزان هیچ سوالی نداری؟ اینقدر تو رو ترسونده؟ میترسی همه جا رو ببینه؟
راحت باش، حداقل تا وقتی دوباره بیاد. بی خودی فکر دیگه ای نکن کمال، من راحتم. تو هدفت چیه؟ برای اینکه عامل شکست بدی منو هدف قرار دادی؟ این توهماتته. اگه واقعا چیزی دستت بود اینجوری حرف نمیزدی، نشون میدادی. نگرانی، فیلم بازی نکن. باشه، زود باش. اگه چیزی دستته الان بگو. بگو دیگه. مگه نمیگفتی واسه مهم نیست؟ دیدی هیچی دستت نیست به جز کینت نسبت به عامر. دورو برای من نبینی کمونی. آسو کمال کجایی؟ اومدیم پروف، منتظر تویی. پروف؟ یعنی یادت رفته؟ الان تو جلسم آسو، اگه هنوز اونجایی بعد از جلسه بیام. لازم نیست، تو به کارت برس، دفعه بعد میای. آسو تلفن رو قطع کرد؟ پروف لباس عروس داشت. تاریخ مشخصه؟ 3 هفته دیگه. تبریک میگم. ممنونم. کارت دعوت میفرستم واسه تون. ما با کمال میل میاییم. کمال هیچی دستش نیست. به یه چیزی شک کرد. امکان نداره قربان. اگه میخوای دشمنتو شکست بدی هوششونو دست کم نگیر. اوکیا خانم چی؟ فهمیدن زنا همیشه سخت‌تره، مخصوصا اگه عاشقش باشی. خیلی خوب، کجا بودم؟ بوزا اینجاست. ممنون صدات. بگیر. اومدیم بوزا بخوریم. آره؟ ها؟ ولی من اصلا دوست ندارم. باشه، پس شما لبو بخوریم. عزیز دلم، چه فکر خوبی کردی. منم خیلی وقت منم خورده میکنم. شما هم از خوشی مردینا. اوسا یه دونه برای من بیار، دارچین زیاد باشه. دو تا بیار. 3 تا بیار. الان میارم. جدی میگم، منم خیلی دلم میخواست. آخه خیلی وقت نخوردم. لیلا تو چی؟ تو چرا دوست نداری؟ دلیل خاصی داره؟ نه، چه میدونم، من از بچگی طعمش به نظرم عجیب میومد، تلخه، یه چیزی مثل جدایی. برای منم مثل شوک‌گذاری میمونه، مثل با هم بودن، مثل بغل کردن تو سرما.
مثل به هم رسیده. آره آره من الان راضی شدم. یه چیزی که یادآوری میکنه که چقدر خوبه با همی. خدا را شکر. خدا را شکر. هی وای، اون خواهر برادرها رو دیدین وقتی نامزدا میرن رستوران میافتن دنبالشون؟ حس میکنم مثل اونا. از حرفاتونم هیچی نمیفهمم. بازارم اصلا دوست ندارم. ولی منظورم به شما نیستا. من کلن بازار دوست ندارم. کلن. ولی از این خوشت میاد. آه بخوریم ببینیم. ممنون. نوشه جان. خیلی خوشمزه است. او اینجا رو چون با همیم هیچی ما رو از هم جدا نکنه. خب بذار منم از یه جایی وارد فلسفه بوزا بشم. هیچ زمستونی ما رو از هم جدا نکنه. هیچ وقت همه جدایی رو حس نکنی. بوزا اصلا دوست ندارم. چون طعمش مثل جدایی میمونه. نه اون تست سالها قبل رد شد. مثل به هم رسیدن. یعنی طعم هیچی به تلخی دلتنگی نیست. منم دلم برات تنگ شده. خیلی ورزش کردیم. بیا یکم آب بخوریم. بیا. امروز چطور گذشت؟ چیزی نگفتی؟ مثل همیشه معمولی. گفتی تو شرکت جلسه دارین. جلسه با کیا بود؟ چیو میخوای بدونی ماما؟ خواستم بدونم کمالم بود. چطور؟ خب همین جوری نگرانی یا مشکلی بود؟ نبود. بگذاریم. من به افسانه بگم چایی بذاره. دنیز که خوابید میخوریم. باشه زور نزن زور نزن. خوشت نیومد. چه میدونم همه چیزت نمادینه. میترسم بعدا ناراحت بشی. ولی نتیجه میده. بابت امروز ممنون از اینکه بهم خبر دادی. من که کاری نکردم. هنوزم وقتی تو اوکیا با همین خیلی بیدقتین. من بهتون اعتماد ندارم. میترسم. گرچه هنوز نفهمیدم چه خبره. خبری نیست. هیچ اتفاقی نیفتاده. فقط با هم یه گذشته ای داریم. مرده.
یعنی یه گذشته مرده. منظورم مرگ اوزانه. رو اون تحقیق میکنی دیگه. تو از کجا میدونی؟ اوکیا گفت؟ مهم نیست من از کجا فهمیدم. من هر دوتونو خوب میشناسم کمان. تو فکر کردی با کی داری حرف میزنی؟ بگو ببینم، درسته؟ به خاطر اوکیا سام؟ دنبال یه را میگردی اونو از عامر جدا کنی؟ هیچ کدام. خب پس قضیه چیه؟ یه نفر مرده. به خاطر قصه ما خیلی جونشون از دست دادن. اوزان جونشو از دست داد. احساس گناه میکنی؟ نه. ولی نمیتونی اوکیا رو از این قضیه دور نگه داری. باز انواع اقسام ماجراها رو شروع میکنین. فکرتون به هم میریزه، قلبتون دوباره برای همدیگه میتپه. نمیترسی؟ ببین، یه زنی هست که داری باهاش ازدواج میکنی، یه خونواده داری که به حد مرگ از اوکیا متنفرن. عامر رو که اصلا به حساب نمیارم، ولی یکی هست که خیلی مهمه، دنیز. اون دیگه اوکیای قبلی نیست، مال تو نیست. اون تو این زندگی بیشتر از همه مادر دنیزه. یعنی حق نداری این کارو با دنیز بکنی، حق نداری دنیز رو وارد این دعوا بکنی. چه حسی داری؟ حس میکنم همه زندگیم اینجا گره خورد. یه زن غریبه اینجا خوابیده. با یه تفاوت مختصر تو این مورد از من جلوتری، درسته؟ من 5 سال مادر داشتم. 5 سال همش 5 سال نصف نیمه که سعی کردم تو تمام زندگیم پخشش کنم. بیشتر یه بوهایی یادمه، مثلا بوی یاسمن. عطر یاسمن میزد به دستاش، بعد لپمو ناز میکرد. بوی 5 تا انگشتش رو صورتم میموند. بعد بوی موهاش، بوی نمک دریا میداد، شایدم خود دریا. نمیدونم چطور این کارو میکرد. وقتی بعد از همون موهاشو خشک میکرد، منم رو تختش بالا پایین میپریدم، چون یاد تابستون میافتادم، مخصوصا تو زمستون. تابستون یادم میافتاد. به بابام میگفتم موهای مامانم، موهای مامانم مال منه، یا یه همچین چیزی. میگفتم به موهای مامانم دست نزن. عامر هنوزم اون بو رو میده. مادر داشتن برای من عمر کوتاهی داشت. لازم نیست زیاد بزرگش کنم. به اون قسمتشم بابام رسیدگی کرد. هنوزم سعی میکنه زندگی رو یادم بده. شایدم دیگه نوبت توه بهش درس بده. خیلی وقته، ولی دلم نمیاد. ولی اون دلش میاد هر بار. تعجب آوره. چی کار کنی؟ از مدیریت شرکت برکنارش میکنیم. چجوری؟ ثابت میکنیم که تو شرایطیه که دیگه نمیتونه شرکت رو اداره کنه. وقتی بعضی چیزها رو با هم قاطی کنه، خودشو میکشه کنار، مثل هر آدم پیر دیگه ای مجبور میشه. حداقل گزارشات دکتر اینو میگه.
یه راه دیگه هم هست. اون مرد سعی کرد مامانمو بکشه. نامه هایی هست که مادر طوفان فرستاده با چیزایی که یادش میاد. فرضیات. میخواییم بابامو از میدون بدر کنیم. بابامونو. داریم از یه همچین آدم بی‌ضرری حرف میزنیم. نمیخواییم بندازیمش زندان. اگه مطمئن بودی بابات گناهکاره همینجوری سب میکردی؟ آره. اگه فرضیات لو بره فقط بحران ایجاد میشه. مثلا مامانم. مامانم مرد. این یه فرضیه نیست، واقعیته. زن بیچاره نمرده، هنوز داره نفس میکشه. فقط آقا قادر مخفیش کرد. امروز فقط اطلاعات غلط میده، اصلاحشون میکنه. یک، اون زن مرد. دو، قادر کوزوغلو هم واسش عزاداری کرد. سه، اینجا یه قبرستونه. تموم شد. مادر من وقتی 5 سالم بود مرد. همه دنیا هم اینو میدونن. هر چیزی بجز این یه فرضیه خوشبینان است. ما با هم یه همکاری کردیم، درسته؟ اگه قادر کوزجوغلو میخواد کار منو تمام کنه، خودش از بین میره. نه فامیلی کوزجوغلو. اجازه نمیدم نه تو نه کس دیگه ای فامیلی منو از بین ببره. برای همین مادرمو قاطی هیچ موضوعی نمی کنی. هیچ وقت. چرا تابستونم تموم شد ماما؟ به حرفان فکر کن باشه کمال؟ هرچی قسمت باشه. اوکیا یه زن بالغه، نه تو میتونی واسش تعیین تکلیف کنی نه من. هر کاری بتونم میکنم که جایی درست وایسم. بله. کمال بفرمایید. ویدا سزین هستم. آها بفرمایید بفرمایید. مشکلی هست؟ من میخواستم از تو بپرسم. چیو؟ مشکلی هست یا نه؟ امروز یه بسته واسط فرستاده بودم. چه بسته؟ کی؟ امروز با پست تحویل دادن به شرکتت. به دستم نرسیده، چی توش بوده؟ وقتی بسته رو گرفتی در موردش حرف میزنی.
آسلی، امروز برای من یه بسته اومده بود؟ بله اومد، گذاشتم رو میزتون. نه من رو میزم چیزی ندیدم. چطور ممکنه؟ من بسته رو باز کردم و گذاشتم رو میزتون قبل از اومدن مامانتون و شما. خب چی توش بود؟ نگاه کردی؟ یه دفتر بود، یه دفتر بزرگ و قطور، میتونست دفتر حسابرسی باشه یا یه همچین چیزی. افسانه بفرمایید. اوکیه خانم، امروز کسی برای نظافت رفت اتاق من؟ نظافت روزانه کمدا رو. اون دفتر چی؟ باشه هیچی، مامان بیا. مامان تو چی کار کردی؟ کاری رو که همیشه باید میکردم. کاری رو کردم که تو جرأتشو نداشتی. دفتر رو فرستادم برای کمال. وای خدای من، مامان چطور میتونی این کارو بکنی؟ تو نمیدونی تو اون دفتر چی نوشته. اوکیا، من این اشتباهو قبلا مرتکب شدم. برای خوشبختی تو میمیرم. من همه چیو به جون خریدم. تو زندگی رو تجربه کنی که دلت میخواد، با بچه‌ات، با پدر بچه‌ات. مامان چطور میتونی این کارو بکنی؟ هیچ فکر کردی اگه کمال بفهمه دنیز دخترشو چی میشه؟ فکر کردم. بابات به هم گفته بود، گفته بود فقط کمال میتونه از اوکیا مراقبت کنه. من به صدای قلبت گوش ندادم، به حرف هیچ کس گوش ندادم. مامان گذشته رو ول کن، تموم شد رفت. ولش کن، به خودت بیا. تو میدونی عامر چی کار میکنه؟ میدونی عامر اگه دنیزو بفهمه چی میشه؟ کمال از تو مراقبت میکنه. وای خدا، خدایا خدایا خدایا، تو به دادم برس. خدایا ماما، خواهش میکنم، خواهش میکنم بگو این کارو نکردی. تو زندگی تو فقط یه چیز مهمه، اونم بچته. حالا چطوری ازش مراقبت کنم؟ اون دفتر، فکر میکنی میتونی پنهون کنی؟ من اوزانو مثل یه گناه پنهون کردم، از گناه خودش پنهونش کرد. مگه تونستم ازش دفاع کنم؟ از واقعیتو فرار نکن اوکیا، خواهش میکنم. تلفن من کجاست؟ تلفنم کجاست؟ باید به کمال زنگ بزنم. اون دفتر نباید به دستش برسه. نرسیده، بهش زنگ بزن. دفتر به دستش نرسیده. مامان دفتر کجاست؟